سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. شاید فکر کنید که همه بی نهایت رو میشناسن، اما باور کنید بعضی ها فوق لیسانس دارند اما از دوران دبیرستان براشون جا نیفتاده که مثلا در ریاضی حرف پی بالاخره 3.14 بود یا 180 بود. بعدی هم مفهوم بی نهایت هنوز براشون جا نیفتاده. بی نهایت یک مفهوم ذهنی است که در ریاضی و فیزیک و فلسفه و همه جا ازش استفاده میشه. در فیزیک بی نهایت واقعی وجود نداره، یعنی طبق دقت اندازه‌گیری یه حدودی رو که خارج از نهایت دقت آزمایش باشه اون دیگه بی نهایت محسوب میشه. مثلا در آزمایشگاه فیزیک مدرسه فاصله 6 متری ممکنه فاصله بی نهایت دور به حساب بیاد. اگه دانشمندا میگن انرژی بیگ بنگ بی نهایت بوده، در واقع منظورشون مقدار انرژی بسیار زیادی هست که دیگه قابل محاسبه برای اونها نیست، نه اینکه واقعا انرژی اون بی نهایت مطلق باشه. خیر، هنگام به کارگیری ریاضی در معادلات فیزیک، فیزیکدان ها بارها به بی نهایت بر می خورند و به هر شکلی به دنبال این هستند که از اون بی نهایت فرار کنند، چون نشان از عدم دقت در اندازه گیری هست. او بی نهایت در دنیای واقعی وجود نداره. می دونید که اعداد ریاضی هم در دنیای واقعی وجود ندارند، اما اگه در داخل خود ریاضی اعداد رو واقعا عدد بدونیم، اون وقت بی نهایت حتی عدد هم محسوب نمیشه. یعنی بی نهایت بیچاره حتی در داخل مفاهیم ریاضی هم وجود نداره. مجموع اعداد طبیعی رو در نظر بگیرید، 1, 2, 3, 4 تا بی نهایت. تعداد عضوهای این مجموعه بی شمار هست. میتونید از عبارت بی نهایت در اعداد استفاده کنید. مفهوم بی نهایت اصلا برای همین اختراع شده. اما در واقع بی نهایت اصلا عدد نیست که بتونه به عنوان تعداد یک مجموعه به حساب بیاد. عدد یک مشخصاتی داره، مثلا اینکه هر عددی میتونه با 1 جمع بشه و نتیجه عدد بزرگتری خواهد بود. این خصوصیت در همه اعداد هست، حتی اگه اون عدد خیلی خیلی بزرگ باشه. اما اگه به بی نهایت عدد 1 رو اضافه کنیم چی؟ نمیتونید بگید بزرگتر شده، حتی نمیتونید بگید که تغییر نکرده. او بی نهایت خصوصیت یک عدد رو نداره. دقت کنید، بی نهایت یک عدد خیلی بزرگ نیست، بالاترین عدد هم نیست، بلکه بالاتر از هر عددیه. به یک عدد خیلی بزرگ، عدد 1000 نزدیکتره تا عدد 100، درسته؟ اما در مورد بی نهایت چی؟ به بی نهایت 100 میلیارد نزدیکتره یا 100؟ هیچ کدوم؟ برای بی نهایت دیگه نزدیکی و دوری معنا نداره. بی نهایت دیگه خصوصیت عدد رو نداره. هر عددی ضرب در 0 میشه 0. این خصوصیت اعداده. اما بی نهایت ضرب در 0 نمیشه. به عبارت دیگه اگه شما تعداد زیادی 0 رو، 0 مطلق ریاضی رو با هم دیگه جمع کنید، نتیجه چی میشه؟ 0 دیگه. حالا اگه تعداد بی نهایت 0 مطلق ریاضی رو با هم دیگه جمع کنید چی؟ دیگه نمیتونید بگید 0 میشه، چون بی نهایت وجود نداره. تمام محاسباتی که در ریاضی بر روی بی نهایت میشه در واقع بر روی حد بی نهایت هست. وقتی میگن مثلا حد بی نهایت اون عدد 2 میشه، یعنی هیچ وقت عدد 2 نمیشه، چون بی نهایت وجود نداره. وقتی میگن دو خط موازی در بی نهایت به هم میرسند، یعنی هیچ وقت به هم نمیرسند. وقتی میگن عدد تقسیم بر 0 میشه بی نهایت، یعنی تقسیم عدد بر 0 غیر ممکنه، بی نهایت وجود نداره. در فلسفه هم بی نهایت استفاده میشه. وقتی در فلسفه میگن تسلسل باطله، یعنی بی نهایت وجود نداره. اما وقتی میگن چیزی ازلی است، یعنی دارن در مفهوم بی نهایت اشتباه میکنند. چیزی ازلی است یعنی چی؟
یعنی هرچه در زمان به عقب بریم بوده باشه، یعنی بی نهایت زمان قبل هم بوده باشه. اما بی نهایت قبل معنا نداره، بی نهایت زمان قبل دیگه خصوصیت زمان رو نداره، دیگه قواعد امروز رو نمیتونید روی اون پیاده کنید. در هر زمانی یک به علاوه یک میشه دو، اما در بی نهایت زمان قبل چی؟ ریچارد دیدکیند که هیچ ربطی به ریچارد داکینز نداره، اون یک ریاضیدان آلمانی قرن 19 بود. او بی نهایت رو اینگونه تعریف میکنه که بی نهایت هر چیزی هست که با جزئی از خودش هم اندازه باشه. قاعدتا طبق عقل چون این چیزی محاله. طبق اصل اقلیدوس هر کل از هر جزء خودش بزرگتر هست. اما بی نهایت فرق میکنه، چون در واقع بی نهایت وجود نداره. پروفسور هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمان نکته ای رو از امانوئل کانت در قرن 18 ذکر میکنه. میگه کانت در کتاب خودش از سنجش خرد ناب گفته اگر هستی نقطه آغازی نداشته باشد، پس پیش از هر رویدادی مدت زمان نامحدودی سپری شده است و این از نظر کانت امری مردود است. زمان نامحدودی سپری شده از آن جهت مردود است که بی نهایت وجود ندارد. یعنی اگه زمان ازلی بوده دیگه به زمان حال نمی رسید. وقتی زمان به این زمان حال رسیده نمیتونسته بی نهایت زمان رو پشت سر گذاشته باشه، چون بی نهایت وجود نداره، چون طی کردن بی نهایت غیر ممکنه. یعنی اگر چیزی ازلی است همچنان در همون ازل مونده، میلیاردها سال هم بگذره از بی نهایتی در نمیاد. حالا وقتشه بریم به سراغ اون بی نهایت بزرگ، خدایی که از هر نظر بی نهایته. یعنی خدا باورا حاضر نیستن که حتی بگن خدا به سوی بی نهایت هست، حدش بی نهایته. نه نه، میگن خدا خود بی نهایته، خودش، صفاتش، همه چیزش بی نهایت مطلقه. این دقیقا به این معناست که خدا وجود نداره. وقتی خالقیت خدا و توانایی خدا بی نهایت شد، او یعنی دیگه از جنس توانایی نیست، از جنس خالقیت نیست، یعنی دیگه خصوصیات خلق کردن و توانا بودن رو نداره. این که میگن آیا خدا میتونه سنگی رو خلق کنه که نتونه بلندش کنه، او این سوال غلط نیست. سوال دیگه چرا غلط باشه؟ جوابش اینه که خدا بی نهایت خالقه و مطلقاً هر چیزی رو میتونه خلق کنه، حتی چون این سنگی رو. و باز جوابش اینه که خدا بی نهایت تواناست و مطلقاً هر چیزی رو میتونه بلند کنه، حتی چون این سنگی رو. و هر دو جواب درسته، چون نه بی نهایت خالق معنا داره و نه بی نهایت توانا. بی نهایت غیر ممکنه. برهان شر اپیکورس هم دقیقاً از همین بود که خیرخواه بی نهایت، دانای بی نهایت، توانای بی نهایت غیر ممکنه. آخه وقتی خیر هر چیزی محدوده، خیرخواه بی نهایت که معنی نداره. علاوه بر اون وقتی اسمش شد خیرخواه بی نهایت، یعنی حتی خصوصیات خیرخواهی رو هم نداره. دیگه شر و خیر فرقی براش ندارند. تقرب و نزدیکی به خدا وقتی معنا داره که خدا در بی نهایت نباشه. وقتی خدا بی نهایت مطلقه، دیگه شیطان و جبرئیل فرقی ندارند، گناه و عبادت فرقی ندارند، هیچ کدوم نزدیکتر به خدا نیستند. اگه گفتی این به خدا نزدیکتره، خدا این رو بیشتر دوست داره، خدا این کار رو ترجیح میده، خدا اینو گفته، اونو گفته، او همه اینها زمانی معنا داره که خدا بی نهایت نباشه. اما خدایی که بی نهایت نباشه که دیگه خدا نیست، چون یعنی بالاتر از اون هم هست. بنابراین خدا بی نهایته و بی نهایت هم وجود نداره. فیسبوک من هم وجود داره، من زئوس هستم.